سلام علیکم و رحمت خب ما دیشب تا در واقع ضرورت تسکیه نفس گفتیم امشب میخوام خود روایت رو شروع کنم به خوندن عرض کردم یقینا تو این چند جلسه نمیشه جمعش کرد یعنی شما فرض کنید 75 تا صفت برای هر صفت یه جلسه وقت 75 جلسه تا ما هنو خود حدیثم شروع نکردیم خدمت شما عرض بکنم که میفرماد که عدت من اصحابنا یه دی از یاران ما نقل کردن از احمد ابن محمد از علی ابن حدید ان سماعت ابن مهران از سماعت ابن مهران اون نقل میکنه میگه قال کن تو انده ابی عبدالله ابا عبدالله در روایت یعنی که امام صادق چون دین تو از کی داری؟ از امام صادق یعنی اگه تو به بندگ، بندگی تو از امام صادق داری دین تو به واسطه امام صادق شناختی به امام حسین میگه عبدالله چرا؟ چون اصل دینت هم اوشون حفظ کرده اگر نمی بود دینت حفظ نمی شد به این دو بزرگوار عبا عبدالله گفته میشه. خب میگه که ما داشتیم با امام صادق می رفتیم فجر ذکر العقل و می میگه صحبت عقل و جهل شد فقال عبا عبدالله اعرف العقل بشناسید عقل رو و جنده و سربازانش رو و الجهل و جنده و جهل و سربازاش رو تحت دو تا هدایت بشیم. آقا اصلا ما اومدیم رو زمین که هدایت بشیم. یعنی اینجا شرط این که هدایت بشیم چیه؟ عقل و نوچه هاش رو بشنسیم و جهل و نوچه یارانش رو بشنسیم. دو تا لشکر هن. به جون هم افتادن باید بشنسیم. ما می وسط کمک باید بکنیم. اگر یه وقت توب خونه رو اشتباه آتیش بریزیم رو خودی بریزیم جهل غالب میشه پدر خودمون در میاد بعد بتونیم دقیق گرا بگیریم لشگریان جهل رو بزنیم قال از سماعه فقل تو جوئل تو فدا جونم به فدات فدات بشم ایشالله به مصادق میگه لا نعرف الا ما عرفتنا ما که چیزی نمیدیم جز اینکه شما ما یاد میدی. خیلی این زیباس این عبارت ها ببین چقدر اینا در محضر امام چی بودن ساکت بودن اصلا وقتی اهل بیت سوال میپرسیدن اینا شروع کردن جواب دادن اونا که خیلی آدمای عمیقی بودن چی؟ گفتن که آقا شما بفرما. این خیلی جالبه ها ما ما چیزی نمیدونیم یعنی دار ما به خیلی زیبا زیباشون جواب میده خدا بیامرزش میگه لا نعرف نمیدونیم الا ما عرفتنا الا اون چیزی که شما به ما یاد دادی یعنی ما جز شما چیزی نداریم آخه ببین این نیستش که من کس دیگه میتونم چیزی یاد بگیرم اصلا تمام آموخته ها نزد شماست فرشته جواب خدا رو چی دادن گفت بگید ان به اگه میتونید به من بگید این اسما رو گفتن لا علم لنا ما نمیدونیم ما علمی نداریم الا اون چیزی که تو بهمون یاد دادی این چیزی جلو خدا رامن عبدن اما شیطون اینجوری نبود حالا که میگه اون بابای جهله دیگه فقال ابو الله ان الله عز وجل خلق العقل عقل و خلق کرد و هو اول خلق اولین مخلوق هم چی بود عقل اولین چیزی که خدا خلق کرده عقل من الروحانیین عن یمین العرش با یک ذات روحانی و الهی از راست عرش یعنی مبارک بودن خب من نورهی از چی؟ از نور خودش پس عقل از چی نخ... به وجود اومده؟ از نور خدا حالا ما گفتیم برادرمونم آیش آورد زحمت کشید سوره نور آیه نور قرآن نور یه سوره داره نور یاره داره نور همینجا اون طرف نشسته بودم این آیه رو تفسیرش کردم یه بار خاطرتون است خیلی هم بحث شیرین و خوبی بود خیلی اهل بیتی بود بله الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که وقتی میخواد بگه مثال نورش کی مثال میزنه؟ اهل بیت پس از همینجا میفهمی که عقل یعنی کی؟ یعنی اهل بیت به قول ما امروزی به قول اند عقل خود عقل اول مخلوق از اونورم شما دارید کیه؟ آقا رسول الله از این ور دارید اول مخلوق باز کیه؟ عقله برو یکی هم چیز جدایی نیستن عقل کل ایشون بعد آقا رسول الله میفرماد که علی رو از نور من آفرید میبینی؟ میدونید حکایت امیران و آقا رسول الله ارتباطشون چیه؟ مثل زیر مجموعه یه مجموعه تو ریاضی مثلا یه زیر مجموعه مجموعه یک و دو چی میشه؟ یه دونه یک میشه، یه دونه دو میشه، یه, یه توهی زیر مجموعه هر مجموعه یکی یکی. یکی هم خود همون زی... هم مجموعه است. درسته؟ ببین زیر مجموعه هر مجموعه خودش هم هست. خودشه اما اونی. من خیلی از این بحث‌های روات اهل بیت و ریاضی میتونم حل کنم. چون بش... خیلی عقلیه، خیلی خوبه. خودش هم اون فقال له بس من اولی نگم بهش چی گفت به عقل چی کار کرد حالا اینجا فقط سری بگذارم بهش فرمود که ادبر برو پشت کن دوبار یعنی پشت گو برو پشت کن و چرخید گوش کرد رفت ثم قال له اقبل برگر رو کردن شما چیز قبول میکنی میپذیر رو میکنی میای دوباره اومد فقال الله تبارک و تعالی خلق تو که خلقن عظیمن و کرم تو که علا جمیع خلقی پس عقل یه مخلوقه ببین ما الان با خودم می... الان اره به ما اینه چه اون روز من توی که بچه همون گفتم سوال پرسید گفتم ما ذهن اون و مادی گرایانه است برای همین مشکل داریم خیلی چیزا داری نمیفهم تا الان مثلا که خدا به عقل گفت شما مثلا یه محیط تاریکی فرض کردید یه جایی یکی نشسته داره به یکی دیگه حرف میزنه اونم دست و پا داره میدید چرا؟ چون گیر همین در... چون وقتی گفتیم گفت کیا برای ما گفتن آدمایی که همین شکلی بودن گفتن چون مثال رو دیدیم فکر میکنیم یه... ببین مثلا وقتی شما میخوای بگی که فلانی مثل شیره خب منظوره چیه؟ دوم داره؟ یال داره؟ مثلا کرم رنگ زرده نه شجاعتش رو میگی دیگه درست شد وقتی تو داری میگی مثل شیره شجاعتش رو میگی یه حیبتی از اون عظمت و عباهت شیرم چیکار میکنی انتقال میدی اما مثلا یه دیگه هم که شجاع مثلا مثل گرگ یه مثل گرگه ناخداغای یه صفت همچین پدر سختگی هم قاتیشه وقتی شیر میگی این توش نیست شغال دیگه خیلی بده <applause> رو که دیگه هیچی متوجه چی میگم نمیشه اصلا مثالا رو وقت آدم میزنه ناخداگاه یک فهمی رو منتقل میکنه برای مثال برای همه خدا تو قرآن مثال که میزنه آخر آیات بعضا میفهمه مثال ها یه وقت نری تو مثال بعضی تو مثال گیر میکنن مثلا میگه یارو مثل شیر میگه عجب کی دوم در آورده فهم و شورش از مثلا مثال بابا مثال از یک جهت یه چیزی رو به چیز دیگه نزدیک میکنه از صد جهت دور میکنه تو فقط از همون جهت باید بگیری بله قال ثم خلق الجهل بعدش چی آفرید آها اینو خواستم بگم پس الان ما تو میگی مثلا خدا گفت گفت فکر یه صدای در اومد کسی لازم نیست صدای در آر. تو اون عوالم اصلا خدا بعض شما فکر خدا میگه من اگه خلق کنم چیکار میکنم؟ قل فقال قل کن میگم باش میشه خدا حتما میگه باش به الف شین یا کاف و نون استفاده میکنه عربی استفاده میکنه بی مثلا انگلیسی میگه چی 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 چیکابت چی؟ بگم نه اصلا این اراده انگار گفتن آ فکر کن مثلا شما 500 سال پیش زبان اشاره می به دینش نشون میدادی گفتین دیوونه شما می اون دور داره بهش میگه نه من هیچ صدایی نشدم، به پیر به پیغمبر قسم از تباس بخور و من نشنم بگه بابا اون انگار داره میگه اون انگار داره میگه چه فرقی میکنه پس عقل مخلوقه من تو میگی مخلوق یعنی قشنگ عقلی که جواب میده یعنی بله خیر میرم میام واقعا هم اینطور من تو میگیم برو بیا چی فکر میکنیم یه نفر راه میره درست شو بیا یه نفر راه میاد میاد با سمت ما اینا مت... برای همین اشتباه دیگه بعد ببین ما اصلا چیز به شما ما کلی پیش انگاره های غلط داریم موقع فکر کردن موقع این پیش انگاره ها فکر میکنیم اوضاع خرابتر میشه و رها شد از این بک های ذهنی از این پیش زمینه ها باید رها شد تا بتون راحت و آزاد فکر بکنی بعد میگه ثم خلق الجهل ببین نمیفرماد عقل و جهل رو با هم خلق کرد اولین مخلوق که؟ سمه. سپس بعدش از چی آفرید من البحر العجاج الظلم از یک دریای تلخ و ظلمانی الله دریایی که اصلا تاریک تلخ یعنی چه دریاخه شما تو ذاتت آب شیرین دوست داری این همه دنیا سه چهارم کره زمین رو میگن آب گرفته دو سه سه چهارم چقدر میگن آب گرفته اما کل دنیا مشکل آب داره چرا مشکل چیه؟ آب شوره درست شد اینو بعد داشتی عقل از چی بود نور عقل شد کی اهل بیت فلز مقابلش شد چی دریای حالا وقتی با آدم با اهل بیت معنوس باشه تازه میفهمید حالا شاید اون عزیزان که اون موقع اون تفسیر اون آیه شنیدن اینجا متوجه بشن چی شده به این چی میفرماد الله نور السماوات و الارض خدا نور آسمان ها و زمینه ما نور رو نمیتونیم ببینیم نور که دیده نمیشه که رو هوا شما نور میبینید نه مستنی رو میبینید چیزی که نور میتابونه چشمه نورم که نگاه کنی کور میشی نمیتونه خورشید نمیتونه نگاه کنی کور میشی الله نور است و الارض مثل نوره هی میخوام مثال بزنم اگه بفهمی مثل نوره هی کم اشکات مثال و نورش مانند فاطمه فی ها مصباح هون المصباح دو تا مصباح حسن حسین فی زجاجه در فاطمه از زجاجه چه فاطمه ای که انها کهو بند دوری ستاره درخشان این ستاره ویژگیش تو کجاست تو تاریکیه میدرخشه اوجن دور یو قدم شجره مبارکه از کجا نور گرفته از کجا آتش گرفته از کجا اون حرارت و وجود از کجا اومده شجرت شجره مبارکه شجر که حضرت ابراهیم میگه از نسل ابراهیم میاد میگه شجره مبارکه تو قرآن حضرت ابراهیم میاد نسل حضرت ابراهیم. مبارکه زیتونه زیتونه یعنی که امام حسین و تین و زیتون و تور و هازل بلد الامی قرآن نمیفهمیم میگیم چی چی میگه خدا انجیر زیتون تور سینا کوه سینا مکه و هازل بلد الامی چی میگه خدا تين یانه یعنی مامحسن زیتون یانه یعنی مامحسن اونجا که اونو فهمید اینجا میفهمی شجره زیتون یعنی چی روایت داریم تین یانه یعنی مام حسن، زیتون زیتونی یانه محسن خب اینجا میگه این شجره طریق کی دام پیدا کنه بعد از فاطمه تا که مشکات و زجاجه اومد دیگه یعنی از زهرا ص. از طریق مامحسن دام پیدا کنه خب زیتونه که لا شرقیه لا مسیحیه و لا غربیه و لا یهودیه مگه شجره مبارکه ابراهیم نسلش میشن کی یهودیا و مسیحی ها اونام از حضرت ابراهیم میگه نه از اون دوتا ادامه پیدا نمیکنه لا شرقیه یعنی لا نصرانیه لا غربیه لا یهودیه اینو که آیه داریم زیل همین سراحتم که لا شرقیه و لا غربیه یعنی یه یهودی و مسیحی نیستن اما من قرآنی هم اینو تونستم پیدا کنم لطف خدا گفتم میگه لا شرقیه و من بگیرم مسیحیت که به وجود اومد وقتی پیغمبرش اومد پیغمبرش که پیغمبر شد بگید و به دنیا اومد میگه نه به دنیا اومد پیغمبر حضرت موسی به دنیا اومد پیغمبر بود نه حضرت عیسی به دنیا اومد پیغمبر کجا به دنیا اومد خود قرآن میگه مکان شرقی ها <تصفح> دقت <دقیقه> فرمودید <تصفح> هیچ خوش نمیپرسه چرا خدا آخه مکان شرقی هم شد آخه چیز خدای قربونه چیز. بگو کجا بگو تو قدس به دنیا اومد تو کربلا به دنیا اومد کجا به دنیا اومد میفهمم مکان شرقی خب برای هر جای شرق دیگه هست دیگه نه هر جا شما در نظر شرقی داره خب رو همین حساب یهودیت کجا که به وجود اومد زمان که پیغمبرش پیغمبر شد حضرت موسی پیغمبرش، که رفت توی کوه آتیش بیاره زنش وقت زایمانش بود هوا سرد شد و بارون میبارید از دور آتیش دید رفت اونجا فخلا علیک انک بل باد المقدس تو و کفشات درات دید تو درختی یه صدای اومد قرآن می‌فهمد از کجا صدا آمد، میگه از جانب غربی کوه هیچ که من خودش نپرسید خدا چرا میگه از جانب غربی اصلا نمیگفت از تو کوه صدا آمد به جای برمیخورد قرآن معادله ان معادله ان مجهوله سه معادله چند تا مجهول باید بشه؟ سه مجهول دیگه ان معادله ان مجهول یکی رو که پیدا کردی میذاری تو معادله دیگه چیزه جایی پیدا میکنی حالا میفهمید تین و زیتون یعنی چی؟ تور سینا یعنی چی؟ بلد الامین یعنی چی؟ رسید از کوه سینا شروع شد رسید به مکه ماجرا خب اینا که میگن روایت داره ها میشه زیتون لا شرقی و لا یکادو زیتون و یلدی ای این, این, رو این روغن این زیتونه میخواد نور بده اصلا ذاتشون نوره این داشتهشون اون روغن زیتون حالا ملت تو دنبال تو این آیه دنبال روغن زیتون میگردن مین درخت زیتونه کجاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامیه خب دنبال چی میگردن مردم ما با برای که با به معصوم رجوع نمیکنیم توی تفسیر روایت تفسیر آیه میگه چی و لو لم تمسس آقا یه وقت اشتباه نکنید و فکر نکنید من دارم صحبت نور و درخت و اینجور چیزا میکنم آتیش میگیره ها نه این شجره اصلا با آتیش میونه ای نداره ای حضرت ابراهیم سوختن نقطه نه یه سری چیز هست اصلا جزء شاخصهای اهل بیت تو آتش نمیسوزن در درنده باشون کاری ندارن به تمام زبان ها و لهجه ها همه چی تسلط دارن یه بابایی بود بنده خدا تو یکی از این نهادهای امنیتی بود من میگم هر روز ما یه امام زمان میگیریم گفتم بعد من خودم با چند تا امام زمان نشستم بحث کردم بحث کردم آره قانعش کردم یک دو تا شعبه ابن ساله بوده کیسای مختلفی بوده نشستم باشه قانعش کردم گفتم بر کد من چه مبنی بعد میگم بعضیش میگه بابا اینا خوبن اونا که دیگه گفت اونا کسایی که ولن نگرفتنشون اونا که ما میگیریم دیگه ببین یه جایی رو با آتیش کشیدن اذیت کردن که دستگیر شدن خب بعد میگفتم چیکارش شما گفت هیچ هرجور باشه کل کل میکنه کوتا نمی گفتم یه فندکتو میوردید بگیزید دستش بگو ما این طور هست از اهل بیت داریم که اهل بیت نمیسوزن امام زمان من مخلص تماسم یه دست تو بیار جلو ببینم تا فندک اتمی هم باشه چه هوا گاز بگیرید روشون ببینید میسوزن یا نمیسوزن در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها همه چی نق شده جز سوختن یک روایت در مورد امام سجاد داریم که زغال بر روی سر مبارک انداختن من اون روز از آجای مومنی همینجا پرسیدم با هم یه صحبتی کردیم بحثی کردیم سند نداره متوجه در مورد اهل به سوختن نداریم دادش نگید امام صادق خونش آتیش دادم وسط آتیش را میرفت میگو خونه کی آتیش زدید من پسر شجره مبارکم انا ابن عراق الثرا من پسر ریشه های زمینم لقب حضرت اسماعیل پسر اسماعیل هم. ما همون شاخه مبارکه خدا فرمود این درخت ابراهیم نه شرقی نه یهود نه نه غربی نه یهودی خب چی آه باری کلا. آه ای کاش همین بود همینه چقدر جالب من نمیدونم که این شعار رو درست کرد نه شرقی نه غربی این که الان واقعا جمهوری اسلامی علم داره تشیعه این خیلی خوبه چون شعارهای خیلی خیلی خوب در اومده نمیدونم والا خیلی جوره خدمت شما از کنم آره این شجره مبارکه فاطمی حسینی اینا نور میدم فکر نکنی وقت چه گرفتیم آتیش دادیم میگیم نورا به خدا چون مثال زده میترسه هی ذهن ما چی بشه بگیم شیره دومش کو که ذهنمون رو درست بکنه هی خدا داره کام میکنه همون وسط تصحیح میکنه بله نور الا نور بعد او هم امام پشت سر امام میاد یهد الله لنور من که اون آخریه دیگه یهدی مهدی همه رو خود یه هدایت عام می صورت میگه آخرش باز دور تکیل میکنه و یزرب الله الامثال للناس من دارم مثال واسه مردم میزنم و لا به کلش این علیم حالا این گفت بهت گفتم دیگه درسته فی بیوتن اومد توی خونه های که اینجا خود خلیفه اول ها پیامبر میپرسه که کدوم خونه پیامبر میفرماد که خونه پیامبران خونه شجر مبارکه حضرت اسحاق از نسل شجر مبارکه است ها اما اون خاندانه که نور تد... ام... چجوری بگم اوج تجلی خدان این چارده تا بعد گفت این خونه چی؟ خونه حضرت امیر و حضرت زهرانشون حضرت پیامبر فرمود که این خانه رفیع ترین و بهترین اون خونه است. تا همین سوره نورم هم عمدن یهوی خدا کنار آیه نور داره صحبت چی میکنه؟ آیه مردم میخواد خونه مردم وارد بشید در بزنید راتون ندادن نرید تو یا خب لغت در و باز نکنید آتش آتیش نزنید به این خونه اینا نورن از این واضح تر قرآن روزه بخونه چیکار چیکار باید بکنه چیکار باید میکرد خدا که بفهمن بعد اینا رو که میگه میگه اینا آدم های مثل شما نه دنبال رجال و لا هم تجاره نه دنبال تجارت و دکندسگاه و دنیان خب و لا بای نه دنبال خرید و فروشن هیچ اینا رو از ذکر خدا قافل نمیکنه، ان،, ان،, ان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتا الزکات این چقدر زیباست، اینا رو میگی یوهویی میری بی... چقدر زیباست، اینجا رو دقت کن میاد جلو چند تا آیه بعد میبینید خدا ایدم. اینجا دیدی نورو گفت و عقلو گفت درست شد منتظرت خدا چیو بگه جهلو بگه گفتیم جهل کجا ام صادق فرمود از کجا دریای مگه جز این فرموده ببین چی میگه او یا اونو میخواید نور یا نورو میخواید یا او که ظلمات فی بحر لجی یا اون ز... دریای تاریک طوفانی رو میخواید خیلی عجیبه یخشاه که پوشونده اون رو موج من فوقه موج خب یه موجی بالا یه موج اول دوم و من فوقه ها سوم گرفتی چی شد چقدر قشنگه اول دوم سوم یعنی واضح تر بگم اول دوم سوم بگم یه گرفته خب ظلماتون بعضها فوق بعض اینا هم اون چه نورون الا نور نور پشت سر نور اینا ظلمات پشت سر چی ظلمات میگه اون وسط یه نفر میاد بیرون یک نفر استثناء اون وسط حکومت تشکیل داده اذا اخرج یده او اون خداس. خداست الله. گرفتی چی شد؟ صدق الله و, و خدمت شما ببین گرفتی چی شد؟ ما اینجا امام صادق وقتی داره میفرماد میگه پس هر کسی جلو اهل بیت وایستاد هم اهل بیت میشن عقل کل هر کسی جلو اهل بیت میشه چی؟ جهل کل ببین شما یه نوری میذاری؟ به نور که نوره پس پس من اینجا توضیح بدم دیگه چاره نیست ببین خدا من وقتی فرمود به عقل برو پس میگه یعنی چی؟ برو دیگه نه آدمی بود و رفت و نه این برو تو قاموس ما برو یعنی چی یعنی راه برو از ما فاصله بگیر نه گو برو یعنی این عقل آمد وارد حجاب های مختلف شد از اون عالم بالا اومد رو پسترین عوالم کجا اسمش رو این دنیا دنیا یعنی چی یعنی پست عربی دون پست اومد تو پسترین افعل فعلا خب تو پسترین اومد حالا ببین چی میشه شما میدونید که وقتی نور به تابه یه چیزی جلوش قرار بگیره چی تولید میکنه سایه دیدی ظلمت به وجود اومد این خودشه داره ظلم خدا از آیا خدا الان ظلمت رو آفریده خلق کرده خب ببین چی میشه این آره به یه به, یه اعتباری خلقش کرد اما چرا چون نور رو خلق کرده بود یعنی هر چیزی که نور رو نخواست شد چی ظلمت حالا ما چه جوری ما حساب کنیم مثلا تو همین حسینیه نشستیم بعد نور میتابه از اون خورشید نور میتابه تا برسه اینجا کلی راه بوده دیگه ها لایه اوزون رد کرده، ابر مبرا رد کرده هوای آلوده تهران رد کرده ها آر اومده اینجا آیا شکل این ساختمون تو میزان پذیرش نور در داخلش تاثیر داره بله چند تا پنجره داره پنجره شمالی جنوبیه درست شد نورگیر داره یا نداره خب این نور رو گرفته اماش تو اینه که آیا این نور همون نوره؟ بله وقتی خدا به عقل میفرما برو یعنی چی؟ یعنی اصلا که شکل گرفت اومد شدیم ما شدیم ما هجابا کجاست؟ خودمون حافظ میگه حافظ تو خودت هجابی برخیز از میان عین یه نفر که یه دونه سپری دستش گرفته رو خورشید داره همینجوری میره میگه چرا نور نیست یه نفر چتر بالا سرش گرفته تشنگی داره میمیره از تشنگی طلب یه قطره آب داره سرش گرفته راه میره میگه چرا آب بارون نمیاد میگه دور تو ده برو بارون لامس وردا نمیتونه برش داره چرا چون بعد خودشو برداره خودشو برداره سختشه. وقتی به عقل میگه برو اما وقتی میش خدا فرما چی برگرد این برگشته کاری که الان باید انجام بدیم بروه شده الان اون شدیم این برگشته کاری که ما باید انجام بدیم گو اقبل اونم برگشت الان باید برگم یعنی چی یعنی این از تو این ساختمون بیایم بیرون ها بگیم که این نوره چیه تابیده تو روشنه خب چرا این ور نور نیستش خب اون ور خب پنجره است این طرف دیواره بر همین نمیاد یعنی نگه برم اون دیوار پس نور بیشتری میگیرم دیگه آره خب بریم دیگه کجا میری میدی چقدر پول دادیم دیوار رو ساختیم می چقدر عمر گذاشتیم می چقدر سختی کشیدیم سختش از این دیوار جون بکنه ماها سوار ماشین نمیشیم که ماشین سوار ماست ها یه خطی به رو ماشین رو جیگرمو خط انداخته ما سوار اون وسیله نیستیم ما وسیله اونیم درسته جهلو خدا فرمود بر برو اصلا وقتی به عقل گفت برو جهلم چی شد اونم به وجود میاد دیگه بعدش سمه دیگه گو برو اون رفت اون تو برو که نفر اوله خب گو برگرد اصلا اصلا نداریم اینجا به خدا شرمنده ثم قال له اقبل قال برگرد فلم یقبل برنگش فلم یقبل فقال لحس فقال لحس تکبرت چیکار کردی استکبار ورزی اصلا جالبه شما از این طرف استکبار در وصف کی میبینید تو قرآن ابا وستکبره شیطان نماد جهله میبینید؟ فلعنه لعنت خدا تکوینا بر این اصلا قرار گرفت یعنی اون حوزه جه حوزه لعنه تو مختاری برو تو وسط جهل بعد که می اینجا ظاهرش اشغال بوده باطنش چیه؟ جهنمه باطنش جهنمه یه بند خدای تعریف میکرد میگفتش که پیر مردیه حالا مثال بزنم نزنم اما همچین چنده شده میشه خوبه میگه که آره گو من نمیخواستم روزه بگیرم گو گفت پیچون گفتم چیکار کنم گفتم از حد چیز خارج بشیم دیگه بعد گفت اومدیم اومدیم خارج شدیم و بعد همونجا هم دیگه بر نگشتم. گفتم تا همینجا یه چیزی بخوریم یه این ور بگرد اون ور بگرد گو هم بود زده بودم تو بره بیابون اونا میگه نگاه کردم دیدم که یه جا یه عالمه تخمه هندونه ریختن گفتم ای ولی یه نفر هندونه خورده تخماش گوشت اینجا میگه شروع کردم 5 تا 6 تا میشکستم تو دلم میخندم باله فلانی که امروز روزه است خب میگه بعد یه یکم دقت کردم تخمه هندونه هست اما یه داستان دیگه ای داره برای یه بنده مشکل پیدا کرده بوده، هندونه رو با تخماش خورده بوده آه 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 همه اه اه ببین فکر میکنه داره خوشحاله میگه ای ول تخمه رو خوردیم و روزه که پیچوندیم و اونم که باباش در میاد امروز روزه رو, رو گرفت خبر نداره داره مدفوع میخوره میگه مال حروم داری میخوریم مال حروم چیه؟ برگ دارم میزنم به بدن مال حروم چیه؟ دارم آل میکنم میگه بخور ازدم وقتی یهوی برداشته میشه اون هجابش میگه قاشق قاشق زغال داشته میخوردی و حالا میسوزوندت بس میگم خدا نعوذ بالله نعوذ بالله هزار مرتبه تو عقده ملت میخواد بکن تو جهنم نه تو جهنمو با خود میبری اصلا همین جهل جهنمه حقیقت جهل جهنم حقیقت عقل چیه بهشت هر چی شما به عقل رجوع بکنید پس بالاترین مقام تو بهشت کی باید داشته باشه کی اهل بیت چون عقل کلا و بدترین جا رو تو جهنم که باید داشته باشه دشمن اهل بیت کافر نه ها کافر نه دشمن اهل بیت جاش ب... اصلا چون دقیقا نقطه م... م... مقابلشه دیگه ثم جعل للعقل خمسة و سبعین جندن برای عقل هفتاد و تا چی قرار داد؟ سرباز فلما را الجهل وقتی جهلید ای ما اکرم الله به العقل که خدا به عقل چه اکرامی کرد و چه لطفی کرد این اینم خواست ف... فما عطا و خدا بهش چی عطا کرد اذمر له العداوه دشمنی با جهل دشمنی با عقل تو وجودش چی شد ریشه انداخت شیطون اولین کافر نیست شیطون میگه تو دلش گرفت شیطون سر سجده لو داد فرشته ها این کاره نبودن یکی شیش هزار سال کنارشون قایم کرده بود نفهمیده بودن همین چی شد؟ حالا این بیشتر فردا توضیح میدم فرشته ها یکی کنارشون درسته؟ شیش هزار سال اینو قایم کرده بود نفهمیده بودن نفاقشو نفهمیدن شیطون کافر نشد شیطون کفرش رو شد کان من الکافرین کافر کافر بود از اول ریخ بیرون عبادت ابلیس عین ادبار بود اقبال نبود دقیقا مثل کسی که داره صبح تا شب نماز میخونه مثل کسی که خوب رانندگی میکنه اما به جایی که برسم سمت مشهد داره میرسم تو قوم میگه من خوب رانندگی میکنم تخلف که نمیکنم راهنمای رانندگی گیر بده میگیم بابا برعکس همین خوب رانندگی کردنت داره تو رو از مشهد دور میکنه ای کاش رانندگی بلد نمی این شد که میشه نماز بی و عبادتی است فایده نداره با تو از شیطون بیشتر میخوای نماز بخونی چقدر میتونی سجده بری دو هزار سال یه سجده ملعون طول کشیده دو هزار سال پدر جد هم نمیتونه انقدر سجده کنه آره دیگه چه میخندی میتونی؟ میگم آره. آره تو دشمنی آه این همینجا یه داره تا دید خدا به عقل یه چیزی داده این دشمنی تو دلش در من او برای چی؟ برای اینکه استکبار داره من چی پس؟ دیدید؟ همه مشکل رو من, من هست خدا به یک شد دوستش صدا قشنگ داده به تو چه؟ مگه بده کار تو بوده که باید به تو میداده به من همین الان اینجا شما کسی هست اینجا از من پول طلب داشته باشه عمرن نیست شما به هیچی کار نیستم میدونم تو الحمدلله ان شاء هیچ مؤمنی ما به امیرالمومنین به کسی بدهکاری مالی و غیر مالی هم نداشته باشه بدهکاری ثوابی هم اون دنیا نداشته باشه میدونم نیست اما یه فرض بکنم من همینجا شروع کنم به هر کدوم شما 1000 تومن پول بدم بعد به نفر 20000 تومن پول بدم 1000 تومنی شاکی میشه. چرا شاکی میشه طلب بابا تو داشتی مگه 19 هزار تا از من طلب مونده که بعد بهت بدم عشق هم کشته بین 20 هزار تا به تو چه نه چرا با اون 20 هزار تا دوست داشتم بدم اصلا میخواستم تو رو آزمایشت کنم ساکت میشه یا نه میخواستم به تو 30 هزار تا بدم بعدش شیطون به خودم که خدا, خدا بیخیال این سجده بیا بیا شیطون بیا پایین ها؟ مثلا بیا خرشتون بی خیال این سجده شو خدا میفهمد که نه مگه من نمیخوام بپرستیم راه پرستش من خود اینه که سجده کنی می. خدا خدایا تو مشرکی چرا به من دستور میدی به غیر تو سجده کنم این حرفو نمیشنوید، چرا غیر خدا در خونه کسی دیگه میری خب خدا, خدا گفته بیا و تا قول الله ال... وسیله سمت من خدا میاد با وسیله بیاد آقا میاد جلو منو میگیر اینجا بیرون آقا سخنرانی بابا باید بعد دفتر اون وقت بگیری به خدا به منم که گیر بدی منم شو وقت و دستم نی میدم به دفتر و میگم ب این بنده خدا کار داره یه وقت واسه ما... وقت من تای من اضافه در میگیری میگه حالا شما رو خودتو بده شما رو خودم بدم بعد دوباره اس ام میده آقا میخوام شما رو دعوت کنم دوباره شما رو دفتر برش اس میکنم به خدا چیکارش کنم خدا میفهمه از این طریق گفتش که نه این سج رو بی آقا چرا بی خیال بشم منو میخواد به باید بعد به این آدم سجده کنی گو نمیکن گو چرا دیگه چرت و پرت گفت دیدی بعضیا مثلا استدلال عقل مزخرف گفتن رو مخت میرن آدم تو غیر بندازن با آدم نفهم بحث نکنه قرآن قسم نمیدونی چه فشاری با آدم یه روز حضرت عیسی یه پیامبری که خیلی آروم تعریفش کردم چین توی تاریخ دیگه میگم چی میدوید که نگفتن یا عیسی چی گفت با یه نفهمی داشتم بحث میکرد پیغمبر اول از رو به دویدن انداخته بود آره هر چی میگه حرف خوش میشه بیا قرآن مثال میاری نمیفهم از روایت میاری نمیفهم یا چیکارش کنم اینو دیگه عقلی باش بحث میکنه نمیفهم خدا فرمود انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد بابا من میخوام اونجایی که من دوست دارم پرستیده بشم نه تو میگی گو نه. من اینجوری که من میگم گو گم شو بیرون تو گم شو دیگه به این داستانش من تو را... یه سخنه که راز خلقت رو گوش کنید اون سخنه خیلی خوبیه تو اینترنت هم هست دانشگاه خرم واسه سخن رانی کردن ببینید این این که، این اینکه خداوند همه فرشتان نشسته بودن یه تخت سیاه گذاشته بود داشت درس میداد خدا رب دیگه مربی خدا بعد یه همین بچه تهران بچه بالا شهر یه بچه از شهرستان آورد کلاس اینا نگاه کردن صورتش تو آفتاب سوخته هست این مثل این تهرونی ها آف سفیداب نزده و اینا بعد گفتن خدای این چی ورداشتی آوردی آخه اینجا بابا این آخه نمیتونه اینا شروع کردن گرگر کردن آنچه چه نگاهشون کرد تو تختیسی و مسئله ریاضی سنگین نوشه خب بفرمایید حل کن فرشتا همه توش موندن لا علم لنا نمیدونی فرمود انبه هم یا آدم به اون بچه گفت برشون حل کن اونم برداشت تخت و دو وسط نصف کرده با دو روش مثلا حل کرد کلشون رو بعد تو این جوجا اینا همشون پذیرفتن بابا این خیلی قدره عجب مخیه بعد خدا تو این موقا موقع معلم چی میگه بباری تشویقش کنید اس جدول آدم همه تشویق کردن الا کی دید اون تایی که دست به سینه سگر ما تو هم چپ چپ داره نگاه میکنه به این دست نمیزه گفت تو چه دست نمیزنی گفت بچه شهرستان من بچه تهران خلق خلقتنی من نار و خلقتهو چرت و پرت گفت گفتی چی شد خب نفهم اگه به ماده خلقت باشه که تو فرشته فرشتاد چی کار میکنی؟ اونا را نور آفریده نار کجا به نور میرسه؟ ها خودت هم این کلاس بنزنت بیرون چه چیر... دیدی بعضی چرت تو، مثلا یه خودی که دیگه... این اخوندا فلان میگه خب بس کدوم اخوندا بحث میکنه نه اصلا این انقلاب اینجوری نه اصلا اسلامش هم اینجوری نه اصلا کلا میگه بابا تو همینج رفتی شروع کردی اخوندا رسید خدا دیدی اصلا همین اصلا تو یک حوزه بحث نمیکنه اصلا میخواد نپذیره نمیدونم به رنج اینجور آدمو خوردی من میگم باشه بسم الله بشین با هم صحبت میکنیم کیو میگی آره این آدم این آدمو میگی منم باش مشکل دارم من منم باش مشکل دارم من میگم لباس پیغمبر تنش باشه نباشه این همه روحانی خوب دارم چیز اونا رو نمیبینی حالا دقت کنیم نه پس این چی پس اون چی شو خواز میکنه شو چرت و پرت گفتن اصلا چرت و پرت گفت اینجا خدا میفهمون نه اینا همش بهانه است استکبار ورزید تشیه. خودشو چیکار کرد گفت چرا به اون دادی و من ندادی به خیلی جالبه ها اینجا هم همین طور. همین جهلا میبینه همین همین گفتگو رو کلمات یک کلمات دیگه است اما مفهوم چیه همه حرف شیطونه آقا در مقابل امیرالمومنین هم همین شده بود اومدم پیش پیامبر اینا که میگم در تاریخ آمده تاریخ صدر اسلام اصلا بخش اعظمش مال برادر اهل سنت اومدن یا رسول الله شورشو در آوردی oh, برای چی شورش چی شده باز باز چه دا داستانی دارید شما چرا همه چی برای بنی هاشم تموم شد چرا تو خودت پیغمبر شدی از بنی هاشم دختر سیدت نساء العالمین سیده همه زنای کره زمین و عالمها و عالمیان او هم از بنی هاشم نبه ها سید شباب اهل جنه از بنی هاشم عموت عباس ساقی حجاج از بنی هاشم الان هم که اومدی میگه سید الوسیین علی هم از بنی هاشه په بقیه قرش چی؟ ای آیه اومد آیه داریم بابتین. فکر کنم سوره انبیا باشه اشتباه نکنه چک کنید خدا فرمود ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضل اینا دیگه کیان حسادت میکنن که چرا من خدا فضلم به اینا بیشتر دادم به تو چه؟ فقط آتین آل ابراهیم من دلم خواسته به بچه های ابراهیم آره اصلا خواستم جنتیکی بشه به تو چه خواستم بعد از ابراهیم اسحاق پسرش پیغمبر بشه بعد از اسحاق یعقوب پسرش پیغمبر بشه بعد از یعقوب پسرش, یعقو پسرش یوسف پیغمبر بشه به تو چه فقط آتین آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتین ملک نزوات چه چه دون ملک عظیم مال همین استازه کار <applause> اون آخریشون هم میاد ملک عظیم و ماله چه چه دون عجب جماعتی بر چه حسودی داداشای یوسف این اینا جهل دیگه حضرت یوسف بر خود یعقوب ولایت دارد حضرت یعقوب اینو فهمید وقتی تو خواب دید دارن اینا بهش سجده میکنن حضرت یوسف خواب دید ماه و خورشید و ستاره دارن سجده میکنن بهش گو خورشید که تعبیرش منم ماه که مادرته ستاره یعنی بچه‌ام 11 تا ستاره 11 تا داداشاتن تو بر همینا ولایت داری متو جای تعریف نکن من آدمایی که من میشناسم اینا داداش برادر برادر خونی ایه بابا انداختنش تو چاه بعد انتظار داری یا آدمای غریبه علی بن ابی پس نزنن من یا قرآن نمیفهمی یا قرآن نخوندی حسادت آقا حسادت منشأ چیه باز از تکبر میاد از منیت میاد من به قرآن قسم زدتمون زمین هممون هم داریم همه داریم من من اول سلام کنم من از... اصلا بیرون میگه برو کن من پررو میشه یعنی نه یعنی نباید کلا اسخای کنی و اشتباهی کردی نه هر کدوم از این نه مینی چیکار کردی با تک تیرانداز یکی از جنود عقل رو انداختی زمین نقطه مقابلش چی میشه جا باز پیدا میکنه حمله میکنه هر جا یک اینا رو زدی زمین تلفن رو برداشت سلام من رفتن با شما اشتباه بود بس میخوام آ رفته خونه جاریت رفت خونه خارشواره. رفت خونه زنداداشت، ها خالص از خانم هیچی خریدن غذای درست کرده از موقعی که برگشتی، انگار تو رو گذاشتن رو گاز داره میسوزی می چرا میسوزی می برای اینکه من دیدی اصلا اینکه من برای بقیه نذاشه شما دیدی طرف میخواد اسم بذاره اسم میخواد رو بچه‌اش بذاره میگه هیچ دیگه نباید اسم رو بذاره دیدید یا نه اینا رو ما دیدیم اینا رو میانوش. نه این فقط مال یعنی چی مال تو مگه سند بابات من به بابا دوست دارم بذار علی اونم بذار علی نه من یه اسمی میخوام بذارم که هیچ کی بگید نذاشته باشه برای همین اوضاع شده این یک اسمایی آدم میشنوه که به خدا من الان یه وضعی شده میگم به بچه بچه واسه مذهبی آورده پیش ما مثلا آقا استاد این بچه هم به دنیا اومده دعاش کنه ببینم چطور میگه ما کی باشیم آقا اون کی آورده پیش ما بعد خب خل... به خدا بعد میگم که آقا سلام شد اسمش چیه؟ آمیدی. الف علاوه فرموش الف علاوه یه چیز عجیب علاوه این فرموش اکثریتش اینجوری بعد اولین سؤالم اینه دختر یا پسره؟ نمیتونم از رو اسم تشخیص بدم آقا این کجا بردی؟ این اسم یه گلیه تو بلغارستان آقا تو چه؟ بلغاری؟ ننت بلغاری، باباد بلغاریه؟ بابات بلغاریه؟ تو چی کاره آقا تو برای چی اینجوری؟ نمیگه اصلا یا وضعی شده نه شما دیدید یا نه اینا جهله جهله آقا میخواد بره دکور بخره برای خونش خانومه و آقای آقای بدبخ که میاد دکور بخره راست میگه خلال و بعد میخواد برای دکوری بخره نه از این میل... میز تلویزیون ها دارن خب داشته باشن کارایش خوبه قیمتش خوبه قشنگه نه یه چی دیگه برای همین وقتی با این جماعت میری خرید زیر 400 500 نمیتونی جا برگردی پوستتو میکنن ها اینقدر این آقایی میان به خدا به شما گله میکنن خانم یه فکر حال خودتون کن اینا نشونا جهل ها اون دا فقط من این من خیلی ها رو به قرآن زده زمین بیچاره مون کرد من من میکروفون بدم یکی دیگه بخونه تو مجلس من یکی دیگه معروف شه من من یه نفر دیگه سخنران کنم من یه نفر دیگر به یه جایی برسونم من 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 اینو برعکس از غذا میخوام بگم تو ماها بیشتر تو ماها چه؟ بیشتر آقا جان این شاکی شد ای میگه تا دید خدا با اون چی داده این آتیش گرفت این ور از مرا قلب آتیش گرفت گفت نگاه کن دشمنی عقل به دل گرفت اصلا اون ببین حضرت یوسف به داداشش بدی کرده نه والله خیرش به اینا رسیده محبت هم میکره چون خدا به اون اینات کرده بود آتی... گفتم بریم بکشیمش استدلال نگاه کن چرا خدا داده حساب تو مشکلت با کیه با دهنده هست دهنده کی بود اینجا خود خدا خود تو شیطونی ولو بچه پیغمبر باشی ولو نماز بخونی ولو 50 سال بیه پا منبر رو عزاداری هم بکنی با کله تو آتیشی با کلا چی با لغت میزن پرت میکنن تو آتیش بعد اونجا هی داد بزن یا ابو عبدالله یا رسول دنبال شفا بگرد تا بیان میدون که امیرالمومنین میفهمن می برخی از محبین ما هستن 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره بعد خدا به ما اجازه شفاعت میده بعد 300 هزار سال هم معلوم نیست این سالا این وریه اون وریه چی به چیه. توهم یه تو مختون نکنن ها یه دلا دور افتادن دارن میگن که آقا هممون هم هم میریم بهش من خودم جلسه اول چی گفتم گفتم کسی که خیلی نفهمه چون انقدر خدا بخشند است درسته اما این به این معنی نبود که کلا چی بشه اون دنیا باعث بشه یک عده دیگه اون دنیا خیر هم بند خدا ها رو میگیرن میگن که آقا تو ما رو گمراه همون کردی اومدی مثلا ما رو خدا واسه کنی دیگه شورش در آوردی ما بخوام دین رو رحمانی نشون بدیم قرار دین رو تحریف کنیم که و خدا خیلی مهربونه بهتون گفتم چه جوری حساب میکنه به اندازه ای که تاریکی جهل داری یعنی نور نداری اون یعنی آتیش هم قضیت میشی حالا این آتیش موقع آتیش سردتر برزخه یه موقع است اونجا هم دووم حل نمیشه ببین چهجوری آها مثال خیلی خوبیه بعضی خونه ها ک... یه دیواری تیغه است من رفته بودم یک محله تهران بعد بحث بخ... بندگون بخ... خدا آتش نشین میگفتن اینجا بعضی از این کوچه ها هست ما کامیون نمیتون بفرستیم یه وانتی درست کرده بودن چند سال پیش بود با وانت آب میبردن یک دعوای سر فلان که رد میشدی میدیدی از لای آجران نور تو خونه دیده میشه تیغه یعنی آجر رو به لبه گذاشته بودن دیوار ساخته بودن میگفت اینجا شهرداری میاد هر روز عکس داره هر روز چک میکنه یه طبقه نرفته باشن بالا گفتم میشه یه طبقه آره دیوار میسازن پنجره میسازن پرده میزن، بعد توشو میسازن ریز ریز بعد یکی اونجا تکه داده به دیوار افتاده تو حیاط طبقه سوم بعضی دیواره این تو همون برزخ دیواره چی میشه ما بعضی از دیوار از بتون آرمه کرده اینا از این کمپرسور ها میخواد چیه اینا میذارن آره آره تی ان تی میخواد بعد بزنی منفجر کنی هی بیا کلنگ میزنه تو برزه هیچ ای سیمان پریده میگه نه این با آتیش جهنم فقط میتونه آبش کنه آتیش جهنم فقط میتونه آبش کنه با چیکارش کنه جهل محضه بعض زیاد دیگه تو آتیش جهنم اینه چی؟ دقت کنید آتیش جهنم نمیتونه آبشون کنه باور کنید چرا چون خود آتیش جهنمه اینو خود آتیشن میگه جهنم آیه قرآن وقودها الناس والحجاره آتیش تیزم جهنم چیه آدم یه سر آدما رو, آدم رو مینازن که بقیه رو بسوزونن <تصفح> 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 یعنی به میزانی که اون دنیا به این آدم نزدیکی بیشتر میسوزی میگه هو کیو تو دلت داری خیلی خطرناک دوستت کیه با کی میچرخی ها نگرانی بهت بگه امول نگرانی بگه بابا فلانی هم ها همین حرفا میترسی حالا میگم دیگه یکی از این لشکریای های جهل ترس از رفتن آبرو برای خداست خیلی ها رو زده زمین جایگاه همون یه وقت به خطر نیفته متوجه شد چی شد پس بعضی ها حکایتشون حکایت بخاری برقی هن. بزنیشون چیکار میکنن داغ میشن داغ میشن میسوزن میسوزونن 20 سالم تو برق خوشم چه میسوزونه اینا جهنمشون تمومی نداره میدونی چرا چون خود جهنمن خود جهنم که تمومی نداره که خالدین فیها قرآن چه فهم چی ابدا ابد یکی از همین کسایی که جل امیر امیرالمومنین ایستاده بود لحظه مرگش شد به حضرت امیرالمومنین خبر دادن بیا بالا سرش اومد و گو ببین تو الان این همه کارا رو کردین بلا رو سر همسرم آوردی من من چیز میکنم با من عجیبه ها همه همین حرفو کی میزنه سید و به میگه تا اینجا با من بعد بیا از میخواد جایگاه رو ببینی حضرت امیرامو یه اشاره ای اراده کرد جای پیامبر تو بهشت دید به امام حسین شب و داشوره بهشت نشون داده مردم اصلا نگرشون داره میخواستم دید تکون نخور گو اینجوری بری جا خودت هم میخوای نشونت بدم نشونش داد یعنی هم اون کششه هم اون رانشه خیلی گفتش که یه برگ کاغذ بنویس که من اشتباه کنم که بعد تو کسی گمراه نشه چون تو رو مبنا قرار دادن خب گفت نه میرم همونجا گفت برو برو تو دوست داری تو دوست داری بسوزی بسوزی و بسوزونی عجیبه ها ما پس چی شد هر کدوم از ماها هفتاد و پنج تا از این صفات رو داریم با چیکار کنیم آقا و هممون هم ناقصیم یا برخ اولا که کاملش رو نداریم و در بعضش هم چیه خیلی کم داریم یعنی مثل همین نموداراست باید سعی کنیم همش رو چیکار کنیم با همو درست بیم. آدم آدمار رو دیدی آقا نماز مهربون فلان اما تو سیاست چغون داره هیچ تا یه خورده تو بحث دینید می بحث سیاسی مطرح میکنی که مردم رو یکسان بار بیاری بیرون جلو تو میگیره آقا چرا اینا رو میگی بیا این مسائل دینی رو بگو دیگه من نمیفهم جاهله ما هم پارسال محرم همینجا پنج شب راجع کی صحبت کردیم یادتون است عربستان نزولی درسته الان همون نکاتی که گفتیم زنده نشد شد یا نشد گفتیم صدام سازی اینا میخوان اینو بنازنش جلو اینو بنازن جلوی ایران بحث مناشون این بود فلان این پسره رو میخوان به خلیفگی برسونن همین شد. خب شد یا نشد یه بار دیگه بدم سخن رو گوش کن یه دیم جلو ما گفتن آقا تو محرم از این حرفا نزنید بهتره چرا میخواد علم سیاست مردم ببرید بالا اینو داره میگه دیگه ما بعضیامون این شکلیم یعنی کامل نمیخوایم روش کنیم کاریکاتوریم کاریکاتور این چرا خنده داره چون چش اونقدر نباید دیگه دروش باشه نه اگه یا چشو دروش کردی کلا دیگه همه ابعاد صورتم هم چیکار کن هماهنگ دروش کن که بگیم این عکس بزرگتر از اون یکی عکسه انگار قی... مقیاسو چیکار کردی بیشتر گرفتی کپی زدی دو برابر سه برابر اما چشه دو برابر موقع هم قدیم مونده خنده دار میشن اون دنیا کمیتشون میلنگه میبینه بعضی مثل برق این بعد این صفات تجلی کنه شما فکر کنید مثلا حضرت عباس یا آدمی بود چقدر خوشگله چقدر اهل نمازه چقدر فقیه فکر کنید آدمی بود که اگه شب یه تنه بهش می‌زدی می‌خورد زمین به خدا انقدر باش حال نمی‌کرد می چقدر با حضرت عباس حال می‌کنی چون کامله چون در عین شجاعت اینه می چقدر با امیرالمومنین حال می‌کنی چون هیچ امامی به اندازه امیرالمومنین فرصت ظهور و بروز صفات درش به وجود نایم. قضاوت نگاه کنی آخرش حاکمیت نگاه آخرش سیاست نگاه کن آخرش عبادت آخرش خود معصومین خود اهل بیت که دیگه نو کلم نورم و میفهم ما هیچ کدوم ما مثل بابامون علی نمیتونستیم عبادت کن الله اکبر خیلی عجیب بعد شمشیر زدن یا علی هیدر کرار بعد پر ارزن از دهن مورچه نگرفتن مرکب دوتا بچه یدیم شدن و براشون صدای بره در آوردن ما ها نیستیم الان چهار کلاس درس میخونم. آی دکتر استاد حاج آقا، سردار ها بر بچه خودمون حاضر مرکب بشیم که بر بچه دو تا بچه یتیم مردم این کار بکن نه چرا چه کامل نیستیم آقا جون صحبت آخرتمونه صحبت عاقبتمونه این کامل بودنه باس باشه ما ناقصیم و تا کسی قبول نکنه ناقصه سراغ تکامل نمیره یه اصلا قشنگ میدونه این کار بهش میگه خب این خب ایراد خب درستش کن بلش کن خب چه هنم چیکارش خب بسوزه آزار داره زور میخواد بیاد تو جنب بیرون بعضی نمیخوان آیه قرآن اومد یا رسول الله میخواد جون خودتو بدی من آفریدمش ولش کن خدا می ولش خدایی که به این سادگی ها کوتاه بیا نیستا یه مثال براتون بزنم و ارزم تمام برمیشم تماشا میذین فردا خوب داشته باشید هر نیومدن خب هر اومدن به من بگید حضرت نو چقدر اذیتش کردن 950 سال پیغمبری خب چقدر اذیتش کردن دیگه یه جا نفرین کرد چند بار هم میخواست نفرین کنه خدا بلش کن بازم میده خیلی صبور بود 950 سال بعد نفرین کرد و خب خدا میدونید که دیگه, دیگه اینا زناشون نازا شدن دیگه بچه نمیزایدن نفرین شروع کرد گرفتن خوش سالی بیشتر شد گو کشتی رو بساز نفرین کردی باش میرس این درخت رو بکار بازم خدا فرصت خرید درخت رو بکار بزرگ چیه؟ همین درخت رو باید ببری باش کشتی رو درخت دیگه نه زد و طوفان اومد و پدر همه اونا در اومد اون کفار چی شدن غرق از جمله کی کنعان بعد طوفان میگه حضرت نو کوزه گری میکرد شغلش رو کوزه گری کوزه درست میافت کل دنیا گل گرفته بودش کوزه درست میکرد دیگه خدمت شما عرض بکنم که آقا همین کوزه درست میکرد تو کوزه درست میکرد و یه روز یه بنده با یه بابای ما جلوش گفت ای نو پیامبر جانا بفهم آقا یه کوزه میخوام خب چه کوزه میخوای خب مثلا این چقده گفت بهترینش چیه گفت اینه گفت چقد من نام مثلا با چه مواهدی معامله کردم مثلا امروز با 3 تومن مثلا خب بعد خرید و جلو حضرت نوز از زمین حضرت نو بله. چرا میشکونی اینو گفت پولشو دادم گو پولش داده باشی من زحمت کشتم بعد گفت من فرشته حق هستم این پیام برات آوردم فرشته بود آدم نبود گفتش که پیام خداست که چرا انقدر زود نفرین کردی من آفریده بودمش ببین این خود چقدر مهربونه من دوستش داشتم چند. حضرت یونس سر خود ها شهر رو ول کرد چیکارش کرد گو تو نهنگ رفت تو ظلمات و ذنون از زحبه مغازبا فزن لن نقدر علیه فنادا ف ان لا اله الا ان سبحانه که اینی کنتو من از ظلمین. خدا با چه حقی بند آمو ول با چه اجازه ای؟ میخوام میخوام برگردن دوستشون دارم ان نور خودم نه همهشون تو فطرتشون عقل دارم ما همه تمام ما حتی شمر همه اون هفتاد و پنج تا چی رو دارن منتها سرکوب کردن خودشون با تکتیر زدنش دیگه هیچ کدوم تمام هفتاد و پنجتا تا رو که نو زده دیگه هیچی نمونده مثل یه بازی شطرنجی شده که همه یه مهرها خورده یه با تکشا که دیگه نمیشه کسی مات کرد که امکان نداره متوجه شد چی شد این اون اتفاقی که در مورد بعضیها افتاده ببین ما آدم داریم مثل فرشته میگه مثل فرشته است میگه مثل فرشته یعنی چی یعنی مثل فرشته هایی که شیطان لاشون بود نمیشناختن یعنی بصیرت نداره آدم بی بصیرت حافظ قرآن قاری قرآن ابن ملجم در میاد <applause> که اشقل آخرین شد قرآن نمیخون گریه نمی کرد نماز شب نمی بابا اون لامصبه که جلو ابو عبدالله بودن که سی هزار نفر آدم روز ده هزارش تاشون میرفتن تو فرات قسل شهادت میکردن عمر سر میخواست رو صدا کنه یا خیل المسلمین اصلا نمیگفت وای فلانی گفت وای لشکر مسلمین مسلمونا برید این کار کنید اون کار کن. الله اکبر میگفتم آقا حمله هم من همینه که سر میبرن الله اکبر نمیگه سعی بکن تا نفهمی ناقصی روش پیدا نمیکنی یا بگرد اونها پیدا کن تذکر بده به خودت تذکر بده آقا من اشتباه دارم رو میکنم راستی این همه آدم انفاق میکنه صدقه میدن چون من صدقه نمیدم خود بگو هر این گفتیم حسین آقا رو در میاجه دادم در. در یه هر روز موقع اومدن ما رو خفت اون میکنن آقا چه ما صدقه نمیدم دیدی؟ و اق... این همه خود تو رو جا بیارید ما تو قرآن نگاه کنید هر جا تو قرآن شما نگاه میکنید اقامه سلات هست کنار چیه؟ زکات یا انفاق خب بابا این یعنی چی؟ یعنی هم یعنی دیگه... ما نمازه که میخونیم خب چقدر صدقه میدیم؟ چقدر انفاق میکنم هیچ بعد تو نه به خودت بگی خب من باید خیلی انفاق کنم بچه نمیکنم بابا نه 50 تا تک تومانی بنداز 100 تا تک تومانی اما بنداز اما خودتو جز صدقه دهنده ها بنویس میدونی چه؟ چون هر باری صدقه میدی جونت داری پول میدی صحبت صحبت اون پول است صحبت صحبت اون پول است که از جونت داری میکنی گفت طرف پول نمیده اما جون به اسرائیل میده واقعا اصلا پوله اصلا صحبت این که صحبت این که نه نه صحبت از این نف... نفس چی میخواد پول دوست داره چرا چون رفاه برش میره روزه چیکار میکنه و غذا دوست داری چون نفس دوست داره میگه غذا بخور یه جلو تو میگه می نخور تو کی نخورم تو این ساعت نه لب بزن آقا دوست دارم دوست داشته باشی مثلا چی شد میگه به دیوار نگاه نکن نور نگاه کن از پنجره برو بیرون اگه نور میخوای همون نور بگی برو بیرون برو اون ور دیوار ما خودم میشیم هجاب خودمون من حالا انشالله فردا مفصل تر براتون توضیح میدم اهل بیت حالا اینو من چون امشب اینو دلم نمید مثال نزم اهل ما بعد پس چیکار کنیم هم به خودمون تذکر بدیم هم به کی تذکر بدیم بگید به هم دیگه این میشه چی امر به معروف و نهی از برادرم این رفتار درست نیست آقا غیبت نکن آقا این غیبت اینها ها چقدر خوبه اون لحظه ای که کسی که شما رو و... امر معروف نهی از منکر میکنه بر شما ولایت پیدا میکنه خیلی جالبه یعنی اون دنیا خیر تو میگیرن چون حرف حرف اون نیست حرف کیه حرف خداست ولی بچه چهار سالت باشه بچه چهار سالت بگه بابا دروغ نگو آیا این حرف حرف حساب هست یا نیست هست ولایت پیدا میکنه لحظه برد. یعنی انگار خدا داره برات حرف میزنه من با جای خاتمی صحبت میکنم خاتمی مفسر قرآن بعد بهشون گفتم که این مؤمنون بعض هم اولیا بعض این اولیا رو بعضی دوست گرفتن بعضی هم چی گرفتن ایشون میگفت یعنی ولایت یعنی مؤمنین بعضی، یعنی چه مؤمنین با بعض... بعضی بعضی دوستن خب این چه حرفیه یعنی مؤمنا بعضی شما هم دوستن و این ولایت دارن چرا بلا فاصله بعضی هم چیه امر حرف نیاز مکره میگم امر حرف نیاز مکر بعد بکن مؤمن معروف اول باید آدم معروفو بشنسه دیگه مردم امر به منکر نکنه نهی از معروف برعکس نباشه اول درست بشناسه بعد به هم تذکر بدیم حالا اب عبدالله نگاه کنید چقدر این شش دنگ اتفاقش از اون طرف اونی که میخواد بیاد داره میجنگه رو شمشیر کشته از شمشیر میکشه این نیستش که اگه یک زت تو گوشه دین بگیری میبینی این ناقصه برای مردم نهایتا همچین چیزی فطرتشون قبول نمیکنه اروپا مسیحیت رو پس میزنه حضرت عیسی اینطور نبوده ها اینو ساختن میشن اما جالبه دلش برای همون هم میسوزه هی یکی وایسی شمشیرم بکشید دلش هم بردون امیرالمومنین تو جنگ جنگا خیلی جا دست میشکن گفتیم داشت با دست راست میجنگی با دست چپ دست یارو میشکن چرا چه شمشیر نتونه دستش بگیره وقتی شمشیر دست نگیره مثل قباید اسلامی شما نمیتونی بکشیش با کسی میشه شمشیر بزن که شمشیر دستش باشه ببین میخوادشا هم جلوش وایس داده من که رو اصرار کنه بیا جلو میخواد بره میدون یه پیراهن کهنه بتن میکنه همون پیران کهنه شو میکنه پاره پاره کنه از از اینم سلام الله علیه پس بعد چی دارین کار میکنیم؟ فهمید که برخی از این جماعت که من دارم میبینم اینا بد میان بر بردن قلام قرم خب میره به اینا ابن زیاد گفته بود که بیاد برید گفته چرا پول میدی گفت پول بهتون نمیدم باک بنزینتون رو پر میکنم تا کربلا یعنی فقط جوی اسبشون داد یه توبره مگه چقدر راهه کوفه تا کربلا نجف تا کربلا چقدر را با اسب بخوای بری ها درست شد چقدر اون اسب میخواد مثلا غذا بخوره چقدر کاوی اونجا بخوره؟ اونو بهش داد گفت گفت بس پولم چیکو برام اونجا هر چیزی رو بده خودت حالا فلسفه اون نوع حمله رو بعدش میفهمی یعنی چی حالا اب داره میره میدون از اون طرف یه از زینب سلام الله که پیرن آبی خوشگل لاجوردی خوشگل رو اون تنش کرد گفت آقا اینو چرا این کار میکنی پس گفت اونی که واسه پیرانه میاد دست خالی بر نگرده خواهی بخشنده ساخه اینا خیلی عجیبه ها اینا اتفاق افتاد ببین حز میبری میبینی بعد خودتو مقایسه میکنی با اهل بیت بعد متوجه چیات میشی بگی نقصات دیدی اینا نورن چقدر خوب نقصامون رو نشون میدن چقدر اون نقاط پستی ما رو نشون میدن آقا دلش برای اون میسوزه و شمر اومد تو گودال دوازده نفر اومدن تو گودال برگشتن نتونستن دست دستشون لرز برو تو نیستی این اومد گفتش که حضرت فرمود که برو تا حالا هر کاری کردی من حساب میکنم از یاران من کشتیم من و حسین ریش رو میذارم برات برو شفاعت میکن نه این کارو نکن گو نه گو خب پس وایستون بغل من خون ازم زیاد رفته بیا حضرت نفس که میکشت الله این زره خون میزد بیرون تازه افتاده بود زمین دیگه نا نداشت بود. تو اون گرما حضرت فرمان من دود میدیدم آسمون خب برو گفتش که په وایس و من خونه بدنم رفته تموم میکنم همینطور گفت نه ببین چقدر ظالمه اومد جلوتر دیگه من روز گودال بخونم دید نمی بره گفت چرا نمی بره او چی گفت؟ گفتش که خب جدم رسول یعنی جدم رسول الله این موجزه رو دید به چشم گفت خب پس یه کار دیگه میکنم تجربه چی شد؟ میبینی چقدر این نقص ها رو قشنگ نشون میدن به ما؟ ببین اصلا اون گودال زیباترین صحنه جدال عقل و جهل در کل تاریخ بشریت همون گودال تمام عقل در مقابل تمام جهل استاده ببینید؟ بعضی جهل رو دوست دارن این شبام یه گریه میکنی روز اهل بیت برات میخوان چه روز اهل بیت میخوان روز آدم کامل رو میخوان که بفهمی نقصات کجاست هی hey, مقایسه کنی بخشندگی رو پاکی و نماز خوندن و کمکی به مردم و بابا طرف خدمت امام باقر رسید آقا آدم خیلی دل یکی رسید خدمت حضرت سلمان حضرت سلمان حاکم مدائن بود گفت یا سلمان عذر میخوام میخوام بدونید با چه طرفم گفت ریشات مثل دم سگ میمونه همین تو حالا یه حاکم چکارش باشه چیکارش میکنه نصفش میکنه گفت اگه همین های باری که من که میگی مثل دوم سگه اگه اون دنیا از سرات منو ردم میکنه خب بهتر از دوم سگه اما اگه ردم نمیکنه دوم سگ ریش من بهتره آدم جاهل اینجوری جواب آقا دیگه چیزی تو خ... نقد شده یه حرام لغمه ای خ... رسید به امام باقر توهین به مادر حضرت کرد تو تاریخ اومده حضرت نگاش کرد ببینید برخورده رو ببینید تو رو قرآن برخورد رو ببین فرمود که مادر من اگر این چیزایی که در مورد مادرم میگه درسته گفت شنده مادر کنیز زشت رو یا نمیدم چطور این طور بوده مثلا این طور لازم بعد حضرت فرمود اگه اینو که در مادرم میگه من خب مادرم فوت شده اینا که میگه خب خدا ببخشش اگه اینو که میگه مثلا اصلا. اگر هم که نداره بالاخره چون ما اون که شناختی ایشون زن مؤمنه بود خدا تو رو ببخشه بالاخره پشت سر زن مؤمنی هست الله اکبر ببین چطور با جاهل حرف میزنن ما با برادر مؤمن خودمون چطوری حرف میزنیم صلواتی ب